با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید و به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم در این شماره از تفسیر خبر در ساعت پیش رو، یک بعد از ظهر ابری واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود. 9:30 شب به وقت تهران. در روزهایی هستیم که در تهران حکومت فقیه به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی جشن گرفته است. در چنین روزهایی در سال 1357 در ایران چه می‌گذشت؟ پیامدهای انقلاب اسلامی، پیامدهای بلافاصله آن از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه حقوقی برای انسان ایرانی قائل شدند؟ حاکمانی که پس از انقلاب بر اریکه قدرت نشستند، انسان ایرانی از دیدگاه حکومت فقیه چه حقوقی دارد و چه حقوقی ندارد؟ آنچه که بر انسان ایرانی، بر شهروندان ایرانی، زن و مرد در تهران و دیگر شهرهای ایران و روستاهای ایران گذشته است چه میانگینی دارد، چه میانگینی از رفتار شایسته انسان؟ چرا میزان اعدام ها در ایران روز به روز افزایش یافته و از روز 23 بهمن ماه 1357 تا کنون متوقف نشده است و در دولت حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، روندی رو به افزایش داشته است؟ چرا بسیاری از دانشجویان، دانش طلبان ایرانی محروم شدند به خاطر از ادامه تحصیل؟ چرا بسیاری از دانشجویان ایرانی راهی زندان شدند؟ چرا بسیاری از کسانی که شیوه دیگر را برای اداره کشور خود میپسندند به جوخه‌های اعدام سپرده شدند؟ پرسش ها بسیار است. در چارچوب وقت برنامه در میان میگذاریم. در بخش نخست با آقای پرویز دستمالچی، پژوهشگر سیاسی در آلمان، با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای دستمالچی عزیز در برلین، سلام به شما. آقای چالنگی، درود به شما و بینندگان محترم تلویزیون. آقای دستمالچی، اگر بخوایم به طور کلی یک چارچوبی رو عرضه کنیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق اساسی مردم ایران رو در ارتباط با بیانیه جهانی حقوق بشر رو به رسمیت شناخته یا خیر؟ به نظر من خیر. اولین اصلی که در تطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی پیشین و دوران مشروطیت است، این استش که در قانون اساسی جمهوری اسلامی از ملت ایران سلب حق حاکمیت شده و از طرف دیگه حاکمیت پس از سلب از ملت به فقها و مجتهدان منتقل شده، به این معنا که ملت ایران اصولا حق قانونگذاری نداره و مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان که نمایندگان رهبر مذهبی هستند اصولا اعتبار قانونی نداره.
و من شما رو اشاره میدم به صحبتی رو که آیت الله مصباح یزدی در همین دو سه هفته پیش کردن و این در رابطه با مسئله حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد، و در اونجا گفتن که مسئله حصر این سه نفر تصمیم شورای عالی امنیت ملی است و تایید رهبر نظام و در جمهوری اسلامی رأی مردم اعتبار نداره، حکومت حکومت خداست، حکومت پیامبره، حکومت 12 امام و در زمان پنهانی امام 12 از انظار از آن ولی فقیه. و ایشون ادامه دادن که حتی اگر تمام اعضای مجلس شورای اسلامی یعنی 290 نفر نماینده مسئله ای رو تصویب بکنن و رأی به درستی اون بدن، اگر حکم ولی فقیه نباشه اعتبار نخواهد. و این اشکال اساسی است که در جمهوری اسلامی وجود داشته داره. یعنی قبل از انقلاب هم آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه نوشت و گفت که در جمهوری اسلامی حتی رأی محمد هم اعتبار نداره، پیامبر محمد هم اعتبار نداره، چه رسد به رأی مردمان عادی، زیرا حکومت حکومت الهی است و قانون قانون الهی. و با جمهوری اسلامی عین این نظام سیاسی ولایت فقیه رو که در اون رأی مردم اصولا معتبر نیست ساختن و 36 سال است که حکومت میکنه. خب آقای، من این توضیح رو برای بینندگان بدم که آقای پرویز دستمالچی برای اون دسته از بینندگان که احتمالاً آشنایی ندارن، علاوه بر زمینه‌های سیاسی دیگه که مرتبط با اوضاع ایران هست، به ویژه در زمینه قانون اساسی جمهوری اسلامی پژوهش‌های بسیار زیادی ریشه‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی رو در این زمینه باز پژوهش‌های بسیار زیادی انجام داده. آقای دستمالچی، ببینید، خود شما اشاره کردید، آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه اینو نوشته، بارها به زبان آورده آقا ما اصلا قانون حقوق بشر رو قبول نداریم، ما حقوق بشر اسلامی داریم اونطور که ایشون تعریف میکنه یا هرچی که هست، و حرفیست که به صراحت زده. اشکال کار کجاست؟ یعنی یه حکومت ایدئولوژیکه که میگه آقا رأی مردم ما قبول نداریم، این حقوق هم براش ما قبول نداریم، این غربیه، این یکی شرقیه قبول نداریم، این یکیش اسلامیه، فقاهتیه، ولایتیه، هرچی، نه علی اکبر ولایتی، ولایتیست و بقیه. اینو اشکال قضیه کجاست؟ مردم هم رفتن رأی دادن، 95% هم موقع رفتن رأی دادن به جمهوری اسلامی، البته تعداد بسیار بسیار کمتری به قانون اساسی جمهوری اسلام. ببینید اشکال اساسی مسئله این استش که انقلاب اسلامی ایران رو دو مرتبه برد به پیش از انقلاب مشروطیت از نظر تاریخ ایران و به پیش از انقلاب فرانسه از نظر تاریخ جهانی، به این معنا که تا پیش از انقلاب مشروطه در ایران و تا پیش از انقلاب فرانسه در حدود 200 سال پیش ملت اصولا مقوله سیاسی نبود و ابتدا با انقلاب فرانسه ملت صاحب حقوق پیشا حکومت و پیشا دین میشه، حقوقی خدشه‌ناپذیر، حقوق بشر و حقوق اساسی که هر کس که میآید میبایستی رعایت بکند، و ملت منشأ قوای حکومت میشه و قوای حکومت تقسیم، نظارت و کنترل میشه. انقلاب مشروطه ایران با نگاه به انقلاب فرانسه حق حاکمیت رو در اون زمان از سلطنت و از شیخ سلب کرد و منتقل کرد به ملت، هرچند که بعداً این حق زیر پا گذاشته شد، ولی قانوناً حق حاکمیت از آن ملت بود. آنچه که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد این استش که این حق دوباره از ملت سلب شد و در این بار نه در اختیار سلطنت بلکه انحصاراً در اختیار فقها و مجتهدان گذاشته شد. و نه تنها این،
بلکه تقسیم قوا و نظارت و کنترل قوا عملا از بین رفت و ما وارد دورانی شدیم که در دعوای مشروط خواهان و مشروع خواهان، مشروع خواهان خواهان اون بودن و برگشتیم به دورانی که قانون و قانونگذاری بر فراز ملت انجام میگیره و نه در دست انسان آزاد قائم بذار. و این اشکال اساسی جمهوری اسلامی هست و تا زمانی که از بین نره وضع همینطوری خواهد بود. جمهوری اسلامی یکی از بدترین نظام های توتالیتر یعنی تامگرای است که تا حالا تاریخ به خودش دیده. خب نه ببینید، این یه بحث اون منش هست، این مشکل جمهوری اسلامی بود. اگر آقای خمینی یا کارگزاران او بیان بگن نه خیر، آمدن ما رو انداختن جلو، مردم یا بخش بزرگی از مردم و تمام اینا هم که شما میفرمایید درسته، مشروطه این کاری کرد و جریان پس از مشروطه رضا شاه تلاش کرد که ایران رو به طرف معاصر شدن پیش ببره و محمد رضا شاه پهلوی هم، اما خب اتفاقاتی پیش اومد که مردم اومدن اختیارات خودشون رو تفویض کردن به ولی فقیه. وقتی شما مثلا آقای علی اصغر حاجی جوادی رسما می‌نویسی که بله من موافق نبودم ولی به خاطر همراهی با مردم رفتم رأی دادم به جمهوری اسلامی و بقیه قضایا و انتخاب کردیم، خب شما چه خواهید؟ میگن ما منتخب مردم هستیم، مردم ما رو انتخاب کردن، حالا نسل جوان یه بحث دیگه است، شما چه خواهید گفت؟ یعنی دابنه این بعید به نظر میرسه که کسانی که دنبال آقای خمینی و انقلاب رفتن دست کم اون قشری که با سواد بودن، دانشجو دانشگاهی هرچی که هست، نخونده باشن کتاب آقای احمد کسروی مشروطه رو یا بقیه اسناد زمان مشروطه رو که ببینن اون موقع روحانیت شیعه مثل شیخ فضل‌الله نوری و بقیه چه میگفتن. بعید میدونم. و چرا نخوندن حکومت فقیه رو؟ شاید خوندن و دونسته رفتن و رأی دادن. بعید میدونم که نشنیده باشن حرف ناصر خسرو رو، استاد ادبیات دانشگاه تهران که بنده من در جریان بودم آبتور آتشین از آقای خمینی حمایت میکردن، بیت ناصر خسرو نخونده باشه که از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدم رفتنم. به نظر من به نظر من اشتباه بسیار بزرگی انجام گرفته و یک بخشی از این اشتباه در واقع اون رو بایستی در رهبران سیاسی و همچنین در یه بخش بزرگی از روشنفکران جامعه در اون زمان دید. و دومین مسئله این استش که این که ملت چه میخواهد، ببینید تاریخ بشر تجربیاتی کرد از شروع دموکراسی ها، انقلاب فرانسه از اونجا رو دارم میگم، تا رسیدن به دموکراسی های پارلمانی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر. پس از جنگ جهانی دوم بشریت متوجه شد که دموکراسی صرفاً به معنای مطلق کردن اراده ملت و توده ها دارای یک اشکالی است که میتواند منتهی به فاشیسم، نازیسم و یا استالینیسم میشه. به همین دلیل بعد از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بشر و ملت و توده ها دارای حقوقی شدند که خدشه‌ناپذیره. یعنی اگر در دموکراسی های مدرن امروز 99% مردم بیایند و بعد به نظامی رأی بدهند که در تعارض با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشره، اون 99% پذیرفته نخواهد شد. این خطا در ایران انجام گرفت. یعنی در اونجا مسئله حقوق بشر و معیارها و حقوقی رو که پیشا حکومت هستند، پیشا دین هستند، حقوق طبیعی انسان هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، به این توجه نکردند و توده های مردم، شما در آلمان هم
از توده های پایین مردم نمیتونید انتظار داشته باشید که میان ساختارهای گوناگون حکومت بیایند و بتوانند قضاوت بکنند. این کار رهبران سیاسی و روشنفکران بود که انجام نگرفت و ما رو با این فاجعه جمهوری اسلامی روبرو کرد. خب من حرف من همینجاست، من میگم که خب به هر حال ملت ایران یه رنگین کمانی از اقوام مختلف و مذاهب گوناگون به طور نسبی تعداد شیعه بیشتر از هم است، کرد، بلوچ، ترکمن، عربهای ایران، بختیاری ها، شاسمن ها و بسیار دیگه، ایلامی ها و جاهای دیگه. حرف من همین هست، این روحانیت شیعه هست که تصمیم گرفته برای همه اقوامی که در ایران زندگی میکنه. این یک بحثه. بحث دوم یا صحبت دوم این هستش که شما اشاره میکنید به بالا اسمش رو روشنفکران شما میذارید، رهبران سیاسی میذارید. شما ببینید در جریان انقلاب رهبران سیاسی مثل آقای سنجابی، مثل روان شاد در جنایتی که انجام شد به قتل رسید، آقای فروهر و آقای بازرگان و بقیه، شما میبینید خب حامی تمام و کمال روحانیت شیعه هستن، در به قدرت رسیدن. مای سنجابی جلو دوربین تلویزیون با افتخار میگه بله بنده به جمهوری اسلامی رأی دادم، رأی مثبت دادم، انتظاری غیر از این داشتیدم. اعدام ها که پیش از رأی گیری درباره قانون اساسی و جمهوری اسلامی آره یا نه، اعدام ها که بر پشت بام مدرسه علوی انجام شد، شما میفرمایید توده مردم ممکنه اشتباه بکنن در آلمان. باز میبینید که حتی شاعرانی شعر گفتن در ستایش این اقدام، شاعران صاحب نامی. من نه در مقامی هستم محکوم میکنم یا قضاوتی بکنم، نه، فقط این پرسش رو مطرح میکنم از شما که کارشناس قانون اساسی هستین. حرف من از این دو موضوع نتیجه‌ای که میگیرم این هست که موافق هستن شاید شاعری که شعر گفته برای اعدام های بر پشت بام مدرسه علوی امیران ارتش پیشین ایران و آقای سنجابی بقیه اعتقاد کامل داشتن به همین مواردی که بعدها هم انجام شد. حرف این یا نه چنین نیست؟ نه چنین است. و من موقعی که میگم اشتباه و خطای بزرگی انجام گرفته، منظورم این نیست که اونها چیزی رو در اون زمان بیان کردن که اعتقاد نداشتن. آنها در اون زمان آنچنان اعتقاد و آنچنان فکر میکردن و اون را هم بیان کردن و این به معنای این استش که تاریخ مبارزات اجتماعی ایران رو و همچنین تاریخ شکلگیری حکومت در مثلا اروپا رو نمیشناختن. در ایران با روی کار اومدن ولایت فقیهیون و با رأی دادن به اون و پشت امام رفتن، امام خمینی و غیره، عملا ما برگشتیم به آن چیزی رو که دعوای تاریخی اهل سنت با شیعیان بود سر مسئله جانشینی حضرت محمد، که نه دعوای اختلاف سیاسی و یا عقیدتی بلکه دعوا بر سر قدرت بود، کی پس از محمد حکومت در دست او باشه. و ما برگشتیم به دوران امامت، یعنی آن چیزی رو که امروز در رابطه با داعش بیان میشه که اینها خلافت اسلامی میخواهند که درست است، یعنی میخواهند برگردن به شکل حکومت 1400 سال پیش در دوران حضرت محمد و در دوران 4 خلیفه اول. جمهوری اسلامی با نظام ولایت فقیه میخواهد برگردد به دوران خلافت حضرت علی، چون 3 خلیفه دیگر رو قبول نداره و برگشت، یعنی و عملا سیستمی رو که به وجود آوردن با نظریه ولایت فقیه که در زمان پنهانی امام 12 عملا فقها و مجتهدان میبایستی حکومت بکنن و همچنین و
در حکومت فقها و مجتهدان، اینو آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیهش می نویسه، میگه در حکومت فقها و مجتهدان با حکومت محمد هیچ تفاوتی نیست، همچنان که محمد قانون آورد اجرا کرد و قضاوت با او بود، فقها و مجتهدان هم قانون الهی خودشون حق ندارن قانون بیارن مگر اونجایی که تفسیر میکنن، در نتیجه قانون الهی رو میارن، حق اوناست که نگاه بکنن که قوانین اجرا میشه، قوه اجرایی و قوه قضایی هم در دست اونها خواهد بود و شما همچنان که نگاه بکنید به ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی میبینید عین اون مدلی رو که آیت الله خمینی در ولایت فقیه بیان میکرد پیاده شده و شما میبینید که نهادهایی که در جمهوری اسلامی با رأی مردم میان سر کار، مثلا با رأی حالا فرض کنیم آزاد که آزاد نیست، ولی فرض کنیم چه مثلا نهاد ریاست جمهوری و یا چه نهاد مجلس شورای اسلامی، اینها عملا به صورت ظاهری هستند در مقام ریاست جمهوری، سخن همانی است که آقای حجت الاسلام محمد خاتمی در پایان دوره 8 ساله ریاست جمهوریش گفت که من به عنوان رئیس جمهور در این کشور فقط یک تدارکچی هستم و این درسته. آقای دستمانچی ببینید، گفتم اشاره کردم اعدام ها بر پشت بام مدرسه علوی از همون فردای پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. امیران ارتش ایران، مقامات بلندپایه، وزرای بر پشت بام مدرسه علوی و جای دیگه اعدام شد. خب و ادامه پیدا کرد مسیر اعدام ها. پرسش این هست و بازداشت ها، شکنجه ها، همه اون چیزایی که شما بینندگان قطعا به مراتب بهتر از من اطلاع دارید. آقای دستمانچی پرسش اینه، میون این زمان که آقای حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی ریاست دولت رو داره و فقیه جانشین آقای خامنه ای هست و دوران آقای خمینی، یا به گفته میرحسین موسوی دوران طلایی آقای خمینی، امام خمینی به گفته آقای میرحسین موسوی، چه تفاوت‌های رو به مثبتی شما میبینید از نظر حقوق بشر؟ ببینید من تفاوتی تا حالا ندیدم. یک سری تفاوت‌ها هست که مربوط به ساختار حقیقی و حقوقی نظام، که این با این که چه کسی بیاید و چه کسی برود به عنوان رئیس جمهور هیچ تغییری نخواهد کرد. مثلا چی؟ مثلا 50% زنان از حق انتخاب شدن در نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی محروم هستند و این هیچ ربطی به این نداره که چه کسی می آید به عنوان رئیس جمهور و چه کسی می رود. و یا اهل سنت ایران از حق انتخاب شدن در مجموعه ارگان‌های پیشبینی شده در قانون اساسی باز هم محروم هستند، که این هم هیچ ربطی نداره. میماند به سیاست‌ها و تبعیض‌هایی که مربوط به سیاست‌های روز میشه. با آقای روحانی زمانی که آمدن در حدود 1 سال خورده پیش سر کار، قول دادن که در این سیاست‌ها و نه در ساختار، در این سیاست‌ها تغییراتی بدهن، از جمله مثلا آزادی بیان به این معنا و یا آزادی کسب اطلاعات به این معنا که دیش ها رو ممنوع نکنن، پارازیت نفرستن و یا جلوی کار مطبوعات و غیره رو نگیرن. اما واقعیت این است که در 1 سال گذشته در تمام زمینه ها بنا و شهادت نهادهای بیطرف حقوق بشری و نظارت بر جوامع مدنی ایران و همچنین گفته های خود حکومتگران وضع تغییری نکرده. ما در سال 1 سال گذشته آنچه که مربوط به اعدام ها هستند حدود 1000 نفر اعدامی داشتیم تا حالا و در دوران آقای خاتمی آقای روحانی بیش از 30 نفر از وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران دستگیر و زندانی شدند و در زمینه های دیگه هم
پیشرفتی هیچ حاصل نشده. یعنی حتی اگر رئیس جمهور موفق بشود در اینجا و یا در آنجا آزادی هایی رو یک ذره رعایت بکنه که تا حالا موفق نشده و من ندیدم، آنچه که مربوط به نقض اساسی و بنیادی ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی هست، اونا پایدار مونده و کسی اصلا اصولا حق دست دادن به اونا رو نداشته و نخواهد داشت. سپاسگزار هستیم آقای پرویز دستمالچی عزیز، با سپاس بسیار از شما. آقای چالنگی، منم از شما بسیار سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در ادامه برنامه دو میهمان دیگر داریم. نخستین میهمان آقای امین موحدی، فعال سیاسی، با ما خواهند بود از واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای امین موحدی که عملا به واشنگتن کوچ کردند. روزنامه‌نگار و کدام روزنامه‌نگار نیست که در این روزگار در ارتباط با ایران در عرصه سیاسی حضور نداشته باشه، در هر دو عرصه، روزنامه‌نگاری و سیاست، عرصه سیاسی. سلام به شما آقای موحدی عزیز. من هم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما جناب آقای چالنگی گرامی، همکارانتون و همه بینندگان گرامی شما در اکسانوات جهان، بخصوص در ایران. آقای موحدی، دوشنبه برنامه ما تفسیر خبر طبق سنت همیشگیش که وجود داشته در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر هست. سالگرد انقلاب اسلامی هم هست در ایران. این پرسش رو از شما داریم که به نظر شما جمهوری اسلامی در عرصه حقوق بشر دست به چه اقداماتی زد؟ هم از گام‌هایی که در تأمین و حفظ حقوق بشر برداشته باشه یا پایمال کردن، گام‌های قابل توجه و مهم. جناب چالنگی، جمهوری اسلامی ایران و منسوبین به جمهوری اسلامی و گماشتگان جمهوری اسلامی قبل از حتی به روی کار آمدن جمهوری اسلامی و به دست گرفتن قدرت، نقض حقوق بشر در ایران را آغاز کردند. همه ما به خاطر داریم فاجعه سینما رکس آبادان رو که صدها نفر رو در سینما آتش زدند. جمهوری اسلامی حتی میشه ادعا کرد در روزهای انقلاب و قبل از اینکه انقلاب به پیروزی برسه این روند رو آغاز کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی این موضوع نقض حقوق بشر رو به شکل سیستماتیک اجرا کرد، یعنی سازوکارهای قانونی به زعم خودش به نقض حقوق بشر داد و میشه گفت بند قوانین جزایی، حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی و حتی در بسیاری از موارد قانون اساسی جمهوری اسلامی اسناد واضح و روشن نقض حقوق بشر در ایران هستند. البته من اجازه میخوام به دو موضوع مهم در رابطه با جمهوری اسلامی و موضوع نقض حقوق بشر اشاره کنم. یکی این که گزارشگران و فعالین حقوق بشر چه داخلی و چه خارجی همواره از قربانیان و کسانی که حقوقشان نقض شدن به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر نام میبرند و هر ساله آمارهایی را ارائه میدند، اما ارائه این آمارها هیچ گونه کمکی به بهبود وضعیت حقوق بشر نکرده، به دلیل اینکه اساس کار و ریشه کار و منبع موضوع به دست فراموشی سپرده شده. مثلا
در مورد آمار اعدامیان خیابانی، اعدامهای خیابانی، با برشمردن تعداد و اسامی این اعدامیها هیچ کمکی به کم شدن تعداد این اعدامیها نشده، بلکه بیشتر هم شده. اما اساس کار که همون قانون ضد بشری قصاصه در اینجا کمتر مورد توجه قرار میگیره. برای بهبود شرایط حقوق بشر در ایران لازمه که قوانین جمهوری اسلامی تغییر پیدا کنه. و به چه قوانینی تبدیل بشن آقای موحد؟ خب مسلما قوانین جمهوری اسلامی، با وجود جمهوری اسلامی امکان تغییر وجود نداره. سازکارهای مدنی نمیتونه جایگزین قوانین منبعث از مذهب و اسلام بشه در جمهوری اسلامی. بنابراین تنها راهکار اینه که همه فعالین حقوق بشر، همه سیاسیون و همه اونهایی که دستی بر آتش دارند برای تغییر چنین نظامی تلاش کنند و تمرکز خودشون رو برای تغییر نظام، یعنی از خاک سرد ما نمیتوانیم طلب جان بکنیم جناب آقای چالنگی عزیز. یعنی شما دارید اشاره میکنید، استنباط من های درست هست که اشاره دارید میکنید به لزوم جدایی دین از حکومت؟ در این مسیر قوانین باید عوض بشه؟ لزومند جدایی دین از حکومت هم ممکنه که تضمین کننده رعایت حقوق بشر نشده، که ما مصادیق اون رو در دنیا داشتیم. اما حداقل می شود مسائل قوانین اسلامی رو از قوانین کیفری و جزایی در کشور اینها رو حذف کرد و امکان تعدیل هم نیست، یعنی مطلقه، یا باید اجرا بشه یا اجرا نشه. اگر جمهوری اسلامی آرمانهای خودش رو بر اساس قوانین اسلامی بنا کرده، بنابراین این قوانین مطلقه و جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم توتالیتر ایدئولوژیک مذهبی هرگز تن به این نخواهد داد که قوانین اسلامی خودش رو تغییر بده. و برای این کار ناگزیر و لاجرم ما باید تمام تلاشمون رو برای تغییر خود نظام جمهوری اسلامی انجام بدیم. شما بین دورانی که البته بعید میدونم سن شما برسه به ایام پس از انقلاب و جریانات انقلابی، ولی با مطالعاتی که دارید، نگاهی که به گذشته دارید، گذشته نزدیک همون دوران انقلاب هست، چه وضعیتی، چه تغییرات عمده‌ای آیا می‌بینید با دوران کنونی؟ ولایت فقیه، دوره آقای خمینی و الان آقای خامنه‌ای و دولت حجت الاسلام حسن روحانی، آیا تغییرات عمده‌ای می‌بینید، در تغییرات مثبت در مسیر تأمین حقوق بشر؟ من تغییرات مثبتی رو هرگز مشاهده نکردم. شاید هم میتوان به جرأت ادعا کرد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی از مرزهای ایران هم فراتر رفته. یعنی ما نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو باید دیگه فراموش کنیم، باید نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی رو مطرح کنیم. از مرزهای جمهوری اسلام، از مرزهای ایران، نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی فراتر رفته. شما خودتون شاهد هستید، همه آگاهان دارن میبینن که در سوریه مردم سوریه به دست نیروهای نظامی و پاسداران جمهوری اسلامی قتل عام میشن، شکنجه میشن. از اون طرف ما پدیده های وحشتناکی همچون داعش رو داریم که منبعث و الهام گرفته از اسلام انقلابی و انقلابی که آقای خمینی میخواست صادر کنه، الهام گرفته از همون اندیشه، از تروریسم انقلابی و اسلامی آقای خمینی، مرزهای ایران رو در نوردیده و منطقه‌ای شده
و میبینیم که داعش که محصول مشترک جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسده در منطقه چه جنایت هایی رو میکنه. نه تنها اتفاق مثبتی در طی این سالها نیفتاده، بلکه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی مرزهای ایران رو در نوردیده و فرامنطقه‌ای شده. آقای موحدی، ببینید در حکومت ایران شاید تنها حکومتی باشه از این بابت که همه نوع نمایندگان اقشار مختلف در زندان هستن، از دانشجو گرفته تا معلم گرفته تا کارگر گرفته تا کارمند دولت گرفته تا کشاورز گرفته، پیروان مذاهب و ادیان مختلف گرفته، در درویش گنابادی گرفته، روحانیت شیعه سنی گرفته، عرب ایرانی گرفته، آذری ایرانی، ایرانی آذری، بلوچ ایرانی، همه نوع در زندان. و شاید تنها حکومتی باشه که به تعداد بسیار زیادی وکیل دادگستری به زندان رفته. وکیل دادگستری، ریشه اینو در چی میبینید شما؟ فقط ایدئولوژیک بودن حکومته؟ ریشه همه این نابسامانی ها و همه این مواردی که شما برشمردید برمیگرده به تمامیت خواه بودن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی مستاق بارز یک حکومت تمامیت خواه و توتالیتره که حتی نزدیکان خودش رو، حتی وابستگان خودش رو هم نمیتونه تحمل کنه. یعنی شما دقت بفرمایید، هر رئیس جمهوری که سر کار اومده بعد از مدتی منفور دستگاه رهبری جمهوری اسلامی شده. یعنی این حکومت یک حکومت توتالیتره و حکومت‌های توتالیتر خاصیتشون این هست که از هر صنف و هر گروه و کسی رو که در مقابل اینها بخواد حتی به عنوان رقیب خودش رو مطرح کنه، اینها رو از سر راه برداره، چه برسه به دیگر مردم ساده اون کشور که هر با حقوق خودشون رو مطالبه کنن مورد سرکوب و سرکوب شدید قرار میگیرن و چون خودی هم نیستند به تبع از نظر امنیتی در رده پایین‌تری قرار میگیرن. به اعتبار اینکه شما آذربایجانی هستید و اصلا از مشکین شهر، درست میگم آقای؟ بله آقای چانه. شهر زیبا و مردمان نازنین مشکین شهر. این پرسش از شما دارم که حکومت ایران برای اقوام ایرانی، برای در آذربایجان چه گام های مثبتی برداشته؟ در زمینه زندگی روزمره مردم، رفاه مردم، زندگی روزمره و آنچه رو که یک انسان واقعا مردم شایسته آذربایجان مثل بقیه مناطق ایران چه کرده؟ مردم آذربایجان، خب تاریخ آذربایجان رو شما بهتر از ما میدونید که در ایران چه نقشی ملت آذربایجان و مردم آذربایجان داشتند. خب این یه چیز روشنیه و نیاز به توضیح من نداره. اما البته ما در تفسیر خبر هم وارد، چون درباره کلمه ملت بحث بسیار زیاد هست، آیا در کجا ما میتونیم استفاده کنیم، ما اقوام ایرانی میگیم. بفهم، من هم به طب حساسیتی به این موضوع ندارم و موضوع رو میسپارم به اساتید فن که هر واژه ای رو اونها صلاح بدونن استفاده بشه. خب در مورد اقوام ایرانی صحبت میکنیم، یکی از این اقوام هم آذربایجانی ها هستند و آذربایجان همواره در طول تاریخ در بزنگاه های تاریخی نقش خودش رو ایفا کرده. من تنها نکته ای که برایم جای تاسف داره، کم مهری بسیاری از رسانه ها در خارج کشور نسبت به آذربایجان بوده و هرگاه صحبت از آذربایجان به میون اومده مطالبی در ذهنش نقش بسته، مانند تجزیه طلبی و چنین مسائلی که واقعیت نداره و
در جنبش سبز هم یکی از علل سرکوب جنبش سبز و به نتیجه نرسیدن این جنبش رو من در عدم همراهی مردم آذربایجان، در عدم همراهی مردم آذربایجان میتونم طوری گلایه کنم، عدم همراهی جنبش سبز با مطالبات مردم آذربایجان بود که امیدواریم در آینده ما این تنگ نظری ها رو کنار بگذاریم و به فراگیری فکر کنیم. فراگیری موضوعی نیست که با تنگ نظری به دست بیاد جناب چالنگ. بله، خب البته ده ده بوده، حرکت هایی هم بوده که یه همچین سوء تفاهم هایی رو دامن زده و تر و خشک رو با هم سوزونده، یعنی حرکت هایی که رنگ و بو و نشانی از تمایلاتی برای تجزیه ایران نه در مورد آذربایجان، جاهای دیگه هم، مناطق دیگه هم وجود داشته، حالا از دول خارجی یا غیر منطقه‌ای حتی نبوده چنین دایی؟ دقیقا درسته، بوده. من هر دو طرف رو میخوام خطاب قرار میدم، عذر میخوام، هم پان رو از هر دو صورت، هم پان ترک یا پان عرب یا پان کرد و هم پان ایرانیست، هر دو طرف رو خطاب قرار میدم. الان زمان این نیست که ما چنین قضایایی رو مطرح کنیم، زمان اتحاد و همگرایی اقوام ایرانی برای رها شدن از شر جمهوری اسلامی هست. هر دو طرف بله دامن زدن به این قضیه، بودند و هستند کسانی که با کوبیدن بر تبل تجزیه طلبی خواستند منبعیات خودشون رو پیش ببرند. اما جناب چالنگی عزیز، به عنوان یک آذربایجانی عرض میکنم، ما از دریای خون نگذشتیم که بیاییم در خارج کشور و شاهد باشیم عده‌ای به نام آذربایجان بر تبل تجزیه طلبی بکوبند و عده‌ای هم از آن طرف بخواهند با برکوبیدن بر تبل ناسیونالیسم پان ایرانیسم بخواهند ما را از میدان بدر کنند. همه آذربایجان در کنار همه ملت ایران هستند و امیدواریم که در آینده این حضور پررنگ‌تر باشه. هم این امیدواری قطعا هست و تردیدی نیست، همونطور که آقای موردی اشاره کردن، مردم آذربایجان در حفظ یکپارچگی ایران، در پیشرفت ایران، مردمان سخت کوش آذربایجان همواره نقشی بسیار اساسی و مهم داشتن در کنار دیگر هموطنان خودشون و نقشی انکار ناپذیر برجسته و تابان در عرصه تاریخ ایران به ویژه تاریخ معاصر ایران. سپاس داریم آقای امین موحدی عزیز، با سپاس از شما. من هم سپاس گذارم و با آرزوی روزی که همه مردم ایران، همه اقوامی که در ترکیب نهایی خود از کرد و بلوچ و عرب ایرانی و آذربایجانی و بختیاری و شاهسفند و تمام اقوام ایرانی، ترکمنها که رنگین کمان ملت ایران رو تشکیل میدن، برخوردار از حقوق و مواهب سرزمین خود به طور عادلانه ای باشند. کودک بلوچ برخوردار از موهبت‌های وطن خود، نفت خوزستان، و خوزستانی بهره‌مند از مواهب آذربایجان در روندی عادلانه. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای یاسین اهوازی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما در نروژ آقای اهوازی گرامی. منم به شما و تمام بینندگان سلام دارم. آقای اهوازی، من نگاهی داریم کلی به سالگرد انقلاب اسلامی و در ارتباط با حقوق بشر. ببینید، نخستین شاید حق طبیعی بشر در همه جای جهان داشتن یک هوای سالم هست. در خوزستان که من و شما اهل خوزستان هستیم، استان زرخیز خوزستان، زیرین اصطلاح رو به کار ببرم،
هوا آلوده است و اقدام اساسی دیده نمیشه از طرف حکومت اسلامی. گرد و خاک هست، آلودگی هوا هست. شما در این زمینه چه چشمانداز مثبتی میبینید که امیدی باشه به حل این مسئله؟ مسئله آلودگی هوا در استان الان اینقدر شدید شده که دیگه سکوت حتی نمایندگان رژیم هم در مجلس هم شکسته. خود آقای ناصر سودانی از نمایندگان عرب که در مجلس ایران هستش دیروز یک شنبه اعلام کرد که هوای وضعیت هوا بحرانی است، آسمان سیاهه و حتی گفت که آنقدر آلودگی شدید هستش که دستگاه‌هایی که سنجش آلودگی رو به اصطلاح سنجش میکنن، آزمایش میکنن، از کار افتادن به دلیل سنگینی آلودگی. یعنی اونجا دستگاهی هم که بخواد این آلودگی رو آزمایش بکنه نداره. اما میدونید که حدود 10 روز پیش هم آلودگی شدیدی اهواز را و تمام استان فرا گرفت که آزمایشی که در اون موقع کردن خود سازمان محیط زیست اعلام کرد که در آلودگی به حدی هستش که در حدود 3600 میکروگرم در هر متر مکعب ذرات شنی و آلودگی وجود داره و استاندارد به اصطلاح هوای معمولی باید 150 میکروگرم در هر متر مکعب باشه. اما شما خب با یک مقایسه ساده ای که وقتی صحبت از 3500 تا 3600 میکنن آلودگی میکروگرم در هر متر مکعب، بعد این هوا و سنگینی هوا برای تنفس و خطراتش برای انسان، چنانکه که شما گفتی که ابتدای به اصطلاح حقوق اولی حقوق بشر هر انسان روی زمین هستش سنگینی میکنه بر زندگی مردم. امروز در اهواز و در خوزستان غیر از مسئله آلودگی که الان سال هاست اینا درگیری هستند و شکایت های زیادی شدی در این مورد، غیر از این که بلای طبیعی که دلایل انسانی هم داره، دلایل داره که اهمال کاری و عدم مدیریت و حتی سوء زنهای سیاسی عمدی در پشت این مسئله وجود داره که آلودگی رو رفع نمی کنن. از اینو میگم از قول مثلا دکتر حسین آخانی از متخصصین محیط زیست در دانشکده علوم تهران هستش که در این مورد تحقیقات کرده و یک راپورت گزارش تهیه کرده در سال 1391 که هم روی میز دولت آقای احمدی نژاد بوده و هم روی میز آقای روحانی دولت تدبیر و امید. در این گزارش با ارائه ادله و به اصطلاح مدرک میگوید که علت آلودگی شدیدی که در استان خوزستان وجود داره، یعنی 80% آلودگیش به دلیل خشک شدن حورالعظیم هستش. آب های حورالعظیم هم از کرخه و کارون می آمده، البته حدود 60%ش بقیه 60 طریق عراق تامین می شده. و در این گزارش می گوید که در 4 سال اخیر 90% از حورالعظیم خشک شده. در آزمایش هایی که این آقا روی آقای دکتر آخانی روی ذرات این گرد و غبار کرده نشان میده که ذرات گرد و غباری که در هوا وجود داره از حورالعظیم اومده، چون هم مرطوبن و هم بسیار کوچک و دارای بسیار یک ماده هست هم برای توتانیوم که یک بسیار یک گرد روسی جلبکی هستن که از این حورالعظیم مشهد میگیره و علت خوش شدن آنها هم به اصطلاح زدن سطح‌های بیمورد بر روی کارون، خشک کردن کرخه. و بعدش هم سوالی میکنه که شما چرا، بعد نتیجه گیری به این شکل میشه که 7500 هکتار، یعنی 75 میلیون متر مربع از زمین ها عظیم که خشک کردن میدن به وزارت نفت برای تحقیقات اکتشاف نفت و نشون داده میشه. یعنی میخواد این رو مطرح بکنه که علت خوش شدنی که الان و قطع آبی که وجود داره به ام به دلیل منافع شخصی هستش و یا منافع قومی هستش در نظام. آقای احوازی یک گزارش من میخونم که این آلودگی هوا بیش از هر کسی بر کودکان اثرات منفی داره و باعث افزایش بیماری بین کودکان میشه. آیا تأمینات لازم پزشکی وجود داره در خوزستان؟ همین رسیدن به کودکان بیمار، همین امروز دوشنبه طبعا میدونید شما که تمام مدارس رو تعطیل کردن، دیگه مجبور شدن
بیمارستان به حالت آماده باش دارن اومدن، در حینی که امکانات بسیار کوچه کسی، ولی خطرات روی کودکان به خصوص کودکان از بینش یعنی نوزاد تا 3 سال خطرناک و همچنین مسئله برای بزرگ سالا. اما دارن ادعا میکنن، تبلیغ میکنن که دارن شیر شیر مجانی توزیع میکنن. خب یک استان که 5 میلیون جمعیت داره، توزیع شیر 250,000 عدد توزیع شیر اگر هم صحیح باشه، یعنی پروپاگاندا نباشه، خب خود به خود مشخص میشه که این تدابیر هم و امکاناتی هم که در اختیار مردم گذاشتن بسیار ضعیف است و کودکان عبدال کسانی هستن و پیران در معرض این آلودگی و آلودگی کشنده قرار خواهند گرفت. باران هم بیاد متاسفانه باران اسیدی هستش. آقای احوازی، من این پرسش رو از بقیه مهمانان پیشتر از شما هم داشتم که شما چه تفاوتهایی دست کم در استان خوزستان میبینید از نظر تأمین حقوق بشر وقتی قیاس میکنین دوره آقای خمینی رو با دوره کنونی؟ آیا تفاوتهایی رو به پیشرفتی دیدید روی داده؟ منصفانه از شما پاسخ میخوام. اجازه بدید پس خودم راحت تر و منصفانه در جواب بدم. من البته مورد ببینید که در دوره آقای خامنه‌ای وقتی در قید حیات بود، آقای خمینی منظورش، ببخشید آقای خمینی وقتی در حیات بود جنگ بود و حالت جنگی خب روس همه رو کشیده بودن، هر کی رو که به اصطلاح میخواست طلبی از حقوق انسانی خودش و حقوق شهروندی خودش رو بکنه به بهانه جاسوس رو نمیدونم محارب و غیره سرکوب میشده. امروز همون بهانه ها وجود داره، منتها باید بگم اینجا متاسفانه که در مثلا استان خوزستان در مناطق قومی این امروز هم همین دید وجود داره، همین دید سنگینی وجود داره و این همین به اصطلاح جو امنیتی سنگینی که در این آغاز وجود داره و دیگر مناطق قومی وجود داره، همین موردی بوده که وقتی آقای رفسنجانی یک ماه پیش سفر کرده بود برای تجمع و به اصطلاح دلداری اصلاح طلبان، مستقیم این مسئله رو با اون مطرح میکنن که مسئله جو امنیتی باید برداشته بشه که هیچ تفاوتی با همون چیزی که شما گفتید در زمان خمینی نداره، یعنی بهانه‌های سرکوب همون هستش. ما تا خب اونجا ازدیاد روزنامه زیاد شد، ساعت‌های زیادی نشر پیدا می‌کنه امروز هستن، اما حدود و ثغور و اینکه خط قرمزی رو گذاشتن که هیچ کس نمیتونه از این خط قرمز عبور بکنه، ولی حمله فقط به دولت آقای احمدی‌نژاد آزاد هست چون الان قربانی کردن به دولت احمدی‌نژاد و زیرش میتونن حمله بکنن همه، اما اون منبع اصلی که باید در پشت آقای احمدی‌نژاد قرار داره و اون بهتر رهبری است و فرماندهی سپاه که فرماندهی تجار سپاه هستش، متاسفانه کسی جرأت انتقاد نداره، چرا که اونها هستن که سیاست های را در مناطق قومی و در کل ایران اجرا میکنن و دستور میدن. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، ولی شما در نگاه کلی به کل ایران به عنوان یک خوزستانی به کشورتون نگاه میکنید این تفاوت رو چجور میبینید؟ زمان آیت الله خمینی و اکنون نقض حقوق بشر. نقض حقوق بشر در اینا از زمان خمینی به این طرف خب طبعا حالت های یکسانی نداشته، بالا پایین عنوان مثلا میتوان گفت که مثلا در دوره 8 ساله آقای خاتمی کمی فروکش کرد، کمی آزادی های سطحی به اصطلاح فرهنگی و به اصطلاح روبنایی را به مردم دادن، به خصوص در برای به اصطلاح فعالین مدنی، اما چنان که گفته شد این آزادی ها به اون آزادی که ما مورد نظر هستش یا به اصطلاح تعریف میشه نبوده که مثلا سندیکا ها به کارگری یا به اصطلاح مردم بتونن به اصطلاح نظام سیاسی خودشون اعلام بکنند یا انتخاب بکنند، چرا که شورای نگهبان در تمام طول به اصطلاح 30 سال وجود داشته و چنان که گفته شورای نگهبان که در ارتباط با بیت رهبری و سپاه پاسداران کار میکنن به اصطلاح گلوی هر نوع آزادی خواهی رو و اون بستر سیاسی که بخواد منجر به آزادی های عملی و شهروندی حقیقی مردم منجر بشه را اینا در نطفه خفه میکنن. سپاسگزار هستیم آقای یاسین احوازی عزیز، امیدواریم در برنامه های دیگه با وقت بیشتر در برنامه با ما و بینندگان باشید. با سپاس از شما. خیلی ممنون.
به پایان این برنامه تفسیر خبر می رسیم با آرزوی فردایی بهتر و با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سندو، سبلان، آسماری، کوساران، زاگرس، الوند، کو و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.